ما از نام هیئت جلسه دوستمون پولاد علیمدار را خوش آمدید میگوییم. اگر اجازت بدهید، محترم فردیناند به ما چند گفتنی دارند. علمدار در برخی اندیشه هایش حق است. دولت های بزرگ دنیا به خاور نزدیک دموکرات آوردنی بودند، اما آن مردمی که برای به این منطقه تطبیق کردن دموکرات مساعدت میکند به خاک یکسان کرده شد. با بهانه آن که اینجا دیکتاتور هایند، این سرزمین را آرام کردند. ولی زیر راهبری آنها قتل عام های باز هم دهشتناکتر به عمل آمد. علیم دار که مرد کارچلان است، چنین میپندارد که من باید نماینده کشورهای استعلاگر باشم، همین طور. اما من براستای این سرزمین یک آدم خوشبینم. من یک عرضه دارم که در نزدیکترین فرصت خونریزی در اینجا قد گردد و لحظه های دهشتبار به خاطره های دردآلود تبدیل یابد. تو در دل خیال خوب میپرورده ای فردیناند، اما آن خیال و آرزوهایت را چطور میتوان به واقعیت تبدیل داد؟ این گفته هایم را من نمیتوانم، بلکه شما میتوانید راه اندازی کنید. خوبو، اما چطور؟ به این سوالت از پرونده که در پیشت هست جواب یافته میتوانی. چنانه که در خریطه میبینید، برای مساعدت کردن به بهبودی مردم این منطقه اعمار دولت بابل یگانه واسطه است. اگر شما به این موافق باشید، این سرزمین شما براستای دین و همزیستی ملت ها یک جنت خواهد گشت. اگر شما تابعیت زیر یک پرچم را اعتراف کنید، من کوشش میکنم که هرچی زودتر از جانب دولت های بزرگ به رسمیت شناخته شوید و حکومت شما هم پس از انتخابات دموکراتی فوراً به کار خود آغاز خواهد کرد و شما آن دولت را همه تان برابر راهبری خواهید کرد. آقایان، آن دولت را همه پهلوی هم به پیش میبرید. در پرونده چگونگی آن حکومت و دولت با تمام جزئیاتش موجود است. اسما، من از رفتار تو در حیرت ماندم. میدونی اونقدر قوی اراده هستی که خداوند به تو دل گرده نیرومند داده است. دو گونه هایم را حمایه کرده نتوانستم. آنها که به من باوری داشتن همراه هم به راه برآمدند، هر دویشان هم مردن. برای این تو خودت را گناهگار نشمور.
انتقام همه نزدیکانم را میگیرم. راه دیگر ستاندن انتقام هست. اسما، من میدونم که تو باسوادی، میتوانی به زنهای اینجا بوده کمک کنی، با آنها نوشتن و خواندن را یاد میدهی. نفهمیدم درباره کدام زنها گپ میزنی؟ تو نمیدونی که همه آنها عسکر شدند. ارتش در این زمین ها از زنان و حتی از کودکان عبارت است. از این خبر داری؟ روزو پرس با تو یک کودک محبوس قماندان را نشان دهد. پرسد از تو یک چیز پرسیده نبودم. اسمان در باره یک جوان قماندان گپ زد، گفت که در اینجا محبوس بود است. درست است؟ درست است. قری بود که همه ما را نیست میکرد. من او را دیدن میخواهم. من اجازت نمیدیم صفیه، او بسیار خفنوک است. پرسد، من اینجا اصلا به خاطر کودکان اومدم، او را دیدن میخواهم. این برنامه ها منطقه را آباد میکنند. کی و برای چی این پروژه را سرمایه گذاری میکرده است؟ منفیت های کی را حمایه میکند؟ شما فردینند را نمیشناسید مگر؟ مؤسسی در کرایویر است و در خوبی ماست، این طور نمیشود. این پروژه ها را به حیات تطبیق کردن امکان ناپذیر است. برای چی چنین میاندیشید؟ در این حجمی که اینجا نشان داده شده است منبع کمی میکند. آقای صادق، در سرزمین شما ثروت فواره میزند. شما حتی نمیدانید که چی قدر گنج فراوان دارید. این آدم حق است. ما نمیدانیم که چی را صاحب هستیم. اگر ما متحد شویم، خاور نزدیک یک بهشتی روی زمین میگردد. ولی حیرانم آن چیزی که اینجا پیشنهاد شده است به دردها دوا نخواهد بود. در این پرونده چی می‌بینی؟ من آن چی را که می‌بینم می‌گویم. در بغل خاوری نزدیک یک خنجر نیهان را میبینم، اما اعتراف میکنم خنجر را این آدم نخلانده است. این خنجر را کسانی خلاندند که 100 سال مقدم شرطنامه های مخفی بستند. حالا ما باید این خنجر را بکشیم. در این خریطه ای که در دست دارید، قسمی از خاک ترکیه نیز شامل است که شاید آن را شما دریافته باشید. نیروهای استعلاگر حالا در پی تغییر مرزهایند. این را همچون یک فرصت مناسب برایتان پیشنهاد کردم. کشورها را پاره پاره کردن چی تا فرصت بوده است؟ سوریه پاره پاره شد. صدها هزار مرده، 12 میلیون گریزه، هزاران آدمان غیب زده فرصت بوده است. به این منطقه صلح را من میارم. همین تو صلح میاری که یک لشکری خونخواری در کریفر را تأسیس دادی، تمامی گروه های تروریستی منطقه را با پول و سلاح یاردم دادی، تجارت عضو انسان تا خود انسان ها را معمول کردی. این آدمان را دیگر فریب کرده نمیتوان. فراموش کردید که در گذشته نزدیک اینجا کی ها میزیست؟ صدام حسین با تشویق و ترغیب امریکا به کویت حمله کرد. امریکا از این فرصت استفاده برده به عراق هجوم کرد و بعداً 75% نفتی کویت به امریکا رفت. دست و پای صدام بسته بود، چون که جامعه های دینی عراق با تشویق پنهانی امریکا حکومت را گرفتند.
امریکا و اتفاقچیان او که صدام را در استفاده سلاح هسته‌ای گناهکار می شمردند آن را در عراق نیافتند. به عراق دیموکراتیا هم نامد و 1 میلیون آدم مرد. هر چی تو اینجا میگویی دروغ و تنها جانهای رفته حقیقت است. تقدیر ما به دست خود ماست. اگر اراده خود را به اختیار دیگران بسپارید تاریخ تکرار می شود. بلادلم دار درست می گوید. ما از فردیناند باور نداریم. من و قبیله من این را از تجربه تلخمان می دانیم. دیگر کسی ما را با وعده های دروغ فریفته نمی تواند. وعده های دروغی که به سمع شما رسید مرا به خاطر مسئله گرگ و بره را می آرد. آن مسئله را همه تان می دانید. ولی یک بار دیگر نقل می کنم، شاید بعضی ها ندانند. گرگ و بره از یک جا آب می خورد. گرگ بالاتری آب بوده است و بره پایانتر. گرگ بره را میگوید آب را لای نکن وگرنه میخورمت. بره میگوید که تو در بالایی من در پایان، چطور آب را لای میکردم؟ گرگ در جواب میگوید تو پارسال آب مرا لای کرده گریخته بودی. بره میگوید که من همین سال تولد شدم. گرگ میگوید بگذار من تو را خواه نخواه میخورم. رفیقان، این وعده ها همان حقیقت گرگانه را میماند. مقصد اساسی این سرزمین را اشغال کردن است. خوب علیمدار، تو چی پیشنهاد داری؟ میخوای که خون این دو واده را پر کند و به خلیج بصره بریزد؟ مقصد این جمع آمد را معلوم میکنم و میان قبیله ها اتحاد بسته میشود. اما تو و چاکران تو از این منطقه دفع خواهید شد. جلسه ما به مقصد خود نایل گشت. همه قبیله ها به توافق رسیدند و آنها دیگر همراه عمل میکنند و صلح هم خواهد بود. نتیجه جلسه را با برآوردن قرار ثابت نکردیم. افسوس فردیناند. افسوس نخورید، حقیقت را یک روز نه یک روز میفهمند. مهم صلح هست. البته. اوکی. افسوس که نتیجه چنون شد که تخمینش میکردیم. زیر نفوذ علیمدار، فوراً به عملیات آغاز کن. این کار باید امروز به اتمام برسد. تو از این طرف، تو باشی از این طرف موقع گیر. زود باشید. ما اینجا برای چه اومده بودیم؟ مگر با مرشکانان سر و کار نمیگیریم؟ هدفی ما دیگر شد. باید پولاد علیمدار را کشیم. پولاد علیمدار رو؟ این خبر بسیار فوق‌العاده. اینقدر یک شخص مشهور رو هیچ نکشتن. گپ رو کم کن و موقع گیر. زود. هر دوی شما با من بیایید. شما با اون طرف.
سلام. تو گفته های من را فکر کردی؟ گوش کن، من به تو یاری دادن میخواهم، برای همین اومدم. با من نامت رو میگویی؟ اولین منافق برایت بد گب میزنیم. تو اندیشه کرده گبزن. پوست، خواهش میکنم آروم شو. من هیچ جا نمیروم، همین جا میستم. میدونی که اگر این طور رفتار کنی تنها به خودت ضرر میوری، از من به تو هیچ ضرر نمیرسد. ولی از شما فایده هم نیست. گفتم که به تو کمک کردن میخواهم. پس مرا آزاد کنید تا جنگ کنم. به جای جنگیدن در مکتب تحصیل کردن نمیخواهی؟ من کی ها باز مکتب رو پرتفتم؟ این هیچ مهم نیست، از اون سنفی که مونده بودی دوام میدی. این راه رو خودت انتخاب نکرده ای، مجبور شده ای، ولی حاضر میتوانی با یک قرار درست بیایی. میخواهم کمی فکر کنی. تشکر که دعوت مرا قبول کردید و آمدید، سپاسگزارم. خواهش میکنم، اصلا من از شما سپاسگزارم. تو فعل شما ما یک بازی کلان رو شکستیم، هرچند موقتی هم باشه. صحت و سلامت بمونید آقای صادق. تشکر. مسئله خواهرزاده من اسمه و تقدیری و چی میشد پولاد؟ من از پی این مسئله میشم، خواتر نشوید. تشکر. شرف آوردید. تا بازدید. تو به من مانی نمیشوی علیم دو. من واقعا دولت بابل را میسازم. این قبیله ها خواه یاری دهند خواه نه. به فکرم معنای مسئله گفتم را فهمیدی. گرگ یک حیوانی اصیل است، ولی تو از کرگس بیش نیستی. پس انتظار شو و بین علم دار. کرگس در میدان نبرد بالای جسدی کی میشیند؟ دلمده رو من میزنم. اختیاره، من از دنبال شهرت نمیگردم. هوشیار باشید، سنایپریست دارن. موقع میگیرید.
این پهلو از من است، دیگرش را شما بینید. شیرون کشیم، پرونه دبله ها، پرونه یاسین، سنت بریس را نشان گیر، من از دنبال یورگن می روم. حمایه کنید. شخصی که تو میجویی منم. نفهمیدم. او منم. شموید؟ آره. شما همه تون دیوانه شدید. مرا فریب دادید. شما از اول میدونستید. گفتم که نمیدونستم. خواهید گوید. دیگر به هیچ سخنتان باور نمی کنم. همه این غیر سفسطه دیگر چیزی نیست. کمی فکر کن، پس آن صحبت می کنیم. فکری کرده دیوانه می شوم. آن زن مادرم بوده است. شما باشید.
در این عملیات مرا همچون روبوت استفاده کرده اید. یوسف، مسئله چنانه که تو میگویی نیست. دیگر با من دروغ نگوید. شما برای من هیچ کسید. با تو فوراً و خوردن میخواهم. خدا رحمتش کند. سلامت باشید. اکا، نشانی از گلگه نیافتیم. اگر اینجا میشد حتما در روبروی من قرار میگرفت. شاید بر وقت رفته باشد. من به استانبول برمیگردم. تو کار را در این منطقه دوام ده. خوب اکا. آن اسم نام زن جیانی آقای صادقی باشد. کاری کرده به اهل آیلش سپاری. فهمیدم اکا. تو هم صفیه را بگیر و بیا جایی. خوب. برای چی تنهایی؟ همه شریکان را کشتند. با من میفهمانی که چی طور به این موفق شد؟ پولاد آمادگی داشته است. جاهید با درفش سیاه آمد. مجبور شدم که گریزم. خوب یورگن، سلامت ماندن تو به من منفعت دارد یا نه؟ جانی من در دستی توست. از یک دولتی آزادی دنیا افسانه ها گفت. یک زمره نظریه خوند به من. مثل این که همه چیز رو میدونم. و تو با او خشم گرفتی؟ با همه شما من خشم دارم.
برای چی به من نگفتی؟ چرا؟ او را کی بودنش را زینهار نگو که نمیدانستی. من به این باور نمیکنم. من هم به نزدیکی فهمیدم یوسف. برای چی از من پنهان کردی؟ برای حمایه تو راهی درست همین بود. کاش که این را چند سال پیش بر وقت‌تر می‌اندیشیدی. مایلش، من هر خطایی که در گذشته کردم اعتراف میکنم، اما پس از اون که تو رو پیدا کردم کاری نکردم که بر زردی تو باشد. خب تو برای منفیتی من کاری کردن میخواهی؟ البته. اگر این طور باشد نام شخصانی شامل پروژه را که در ارتباط با من ساختند با من میگویی. نام هر کسی را که شامل پروژه است که اصلا نقبی سازمان داده بود. چی کار میکنی؟ برای هر چی که با من کردن پاداش خواهند گرفت. با کجا میروی؟ با شرکت. با فهمی چی میگویی؟ او پدرم است. چی هم میگفتم؟ پوسات در کجاست؟ با یک دسته برای نظارت گرد و اطراف برآمد. در رو میکشویی؟ با این کودک صحبت کردن میخواهم. به اجازت کشاده نمیتوانم. با او تنها صحبت میکنم. و تو هم در همین جایی ها؟ اگر خواهی در رو کشاده میمونه. نوما ملک. نام من صفیه. میخوای به من بگویی که چرا این راه رو انتخاب کرده ای؟ با همه گفتم. برای زنده ماندن و به اهل اویله هم کمک کردن راه دیگری نداشتم. خوب این رو میفهمم. برای همین تو رو گناهگار نمی کنم. ولی اگر خواهی از این پس حیاتت تغییر می یابد. بسیار گرسنه‌ام. می توانم یک چیز خورم؟ البته. خلیل یگان خوراک می آوری؟ من یک گروه رفیقان دارم. همشون مثل من برای شدید کار میکنند. اگر خواهی میتوانیم آنها رو هم رها کنیم. جایشون رو اصلا نمیگویم. خیر با آنها چی طرف میتوانیم کمک کنیم؟ آرام شو. گور میکنی؟ در جایت چین نجوم، وگرنه او را میکشم. آهسته سلاحت را برار. آهسته. اکنون از سلاح دور شو. اکنون به این طرف گذار. گذار زود.
و بیرون. زود باش بیرون برا. زود گفتم. در رو از بیرون با کلید محکم کن. حالا زود به ماشین سوار می شویم. خیلی زود رفتیم. رفتیم گفتم. اگر شتاب نکنی او را می کشم. زود باش گفتم. رفتیم. رفتیم. نجنبید. سلاحایتان رو فرارید. فرارید گفتم. فرارید گفتم به شما. وگرنه این زن رو میکشم. دروازه رو کشایید. کشایید گفتم. زود باش رو کرد. رفتیم. زود سوار شم. ماشین رو بکار دارو. رفتیم. دزدیدم. لعنتی خدا بر سرتان. صفیه را دوزیدن نکه پوسد چی ها میگویی؟ چی کردیم را؟ کودکی که در اینجا اسیر گرفته بودیم. ایستا دوستم، تو را از این پیش من در اینجا ندیده بودم. پس تو امروز به دستی راست از خواب خسته ای. چی طور؟ من مثل یک مرغی خوشتاله ام، به هر کس نمایان نیستم. اکنون به اجازتی تو میخواهم که وارد این لانه گناه بگردم. 14 11 54 75 یا خدا، این کودک این لحظه ها باید در مکتب می بود. این را مخصوص در این بیرانه ساخته بودند. 6 36 فیش میدی همه تکا؟ ما چیزی نگرفته ایم. چی فیش میدی؟ بازی نمی کنی؟
البته بازی میکنم. 29. قمار میگویند که اون ملخبایس است. کو ببینیم پدرش کی باشد. لبایکا؟ یک فیش چند پول است؟ 10 لیره. بگیر، بفرما. انتخاب بکن. 14. بگذار ها با اون گوشه بینشین. بازی حاضره کک آغاز شد. شیطان یاورد. اما دوستم تو شیطان را متوجه نکن به این کار. او به خودش منفیت آورده نمیتواند. تو چی رسد به من؟ چلوچور. از میان این قدر آدم چطور او را دوزیدند؟ چیکار کردید پوسد؟ تا آمدن ما به کجا نگاه کردید؟ آدمان ما را که دیهای ترکمان ها را پاسبانی میکردند لشکری شدید سر به سر کشت. شدیدیان جایشان را ترک کردند و با 4 ماشینی که از اهل دیه به غنیمت گرفتند به همین طرف میآیند. اینها در کدام وضعیتند؟ پس از 10 دقیقه آماده میشوند. اینقدر انتظار نمیشوم. خیلی چکار میکنید؟ اکا به تلفن گفت که انتظار بشوید. شما انتظار شوید. تلفنت رو دی. زود باش. بهوده امیدوار نشد، در اینجا تلفن کار نمی کند. ولی کمی پس ماوش پیدا می شود. برای من خوب شد که به خاطرم آوردی. می گفتند که تو خواهری پولاد علیم داری، درست بوده است؟ گوش کن، یک خطای عظیمی میکنی ولی هنوز دیر نشده است. اگر خواهی بیا به خفا برگردیم. وقتی که در باشگاه گم میزدن شنیده بودم ولی باور نمیکردم راست بوده است. این راه اکنون بازگشت ندارد، زود بیرام. به تو بیرام گفتم. من خودم رو نه تو رو رها کردن میخواهم. مرا اکنون هیچ کس رها کردن نمیتواند. زود بیرام، وگرنه تو رو میکشم. پروایی چیزی را ندارم. سلام. 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 سلام علیکم. سلام. سلام. مخصوصا نه همین رقم ها بسیار مهم. سلام. 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 آقای فهمی خواهش کرد که از این بعد من همچون ادوکات شرکت در جلسه ها اشتراک کنم. قراری بسیار عالی جناب. گزارش ها آماده؟ یکان کم بود نیست. رفیقان می توانید بشینید. رفیقان، امروز برای من آبان نو آغاز می شود. از این پس در طرز رهبری شرکت بعضی تغییرات خواهد بود. خانم ازرا، می توانید پرونده ها رو تقسیم کنید؟ البته جناب. در این پرونده هایی که حاضر به شما تقسیم کردند
شما بعضی پیشنهادهای مرا برای 4 ماه آینده گرفته می توانید. خواهش میکنم بخونید. با خیر باشد. اگر یکون نو اعتراض داشته باشید خواهش میکنم بگویید. چونکه جلسه آینده ما را به جای من راهبری نوی شما برگزار خواهد کرد. تا جلسه آینده اندیشه هر کدام شما را به طور علاهیده آید شورای راهبران دانستن می خواهم. ببخشید مرا، یک کاری مهم بر آمد، دیر ماندم. حساب بکن که هنوز از چیز دیر نمانده یوسف. بفرما بشین. تا آمدن تو من به اهل جلسه اصرار داشتم که رئیس مجلس های دیگر را به عهده نمیگیرم. استعفا میدهی پدر؟ وقت مگر فرا نرسیده است یوسف؟ اکنون نوبت شماست. اویدی قرار پدرم چی فکر داری؟ بگذار گفتی فهمی قوزو زاده بشود، هرچی که گفت دیگر جای اندشیدن ندارد. اکنون در آینده چی نقشه داری؟ در سری من اینقدر چیز جمع شده که به جای پدرم اندشیدن نمیخواهم. صحبت کردن میخوایی؟ از دیروز بیگاه کشیده چنان خستم که کنن میگویم که جای باشد که خاموش میشینم و دم گیرم. پس بیا من تو را به یک جای خوب برم. اکه رفته نمیتوانم، باز را خال دادم. همراه باید یک جا بیرویم. با کجا میرویم؟ با کجا میبرویم؟ اگر یکان نقشه نداشته باشید شما را به یک جای خوب میبرم. بیا تو را عذاب ندهیم، فکری من به چیزی دیگر بند است که نه. ای برادر اصرار میکنم، اصلا پشیمان نمیشوید. اگر که نان اینقدر اصرار داشته باشد بگذار گفتی او شود. یک کس در مقابل دو کس میپاید مگر؟ رفتیم.
گلگه با شما خیر خوش نکرده از این منطقه رفتن نخواست. به فکر او به جلسه صبح پولاد علیمدار را دعوت کرده به اشتباه راه داده اید. شما با عمل خود جلسه ای را که برای گلگه بسیار مهم بود برباد دادید. صاحب این سرزمین مایم، مثل آدمی بسیاری آمدند و رفتند. این سرزمین همیشه بعدی سری آنها باز به ما مانده. گلگه برای شما در زیر خاک جای یافته است. جاهید به کدام سمت رفت؟ کمپی اینجا بوده شدید اینجا را ترک کرده. ما جاهید را به جانبی کمپی در شمال بوده آنها فرستادیم. از او خبری آمد؟ هنوز نه آمده که. کدام باشیشگاه این جانب از همه نزدیک است؟ اینجا همان کمپی شدید است که خلیل آمده بود. دیگرش یکی از قرارگاه های بسیار خوب جهازانیده شدید است. باز در اینجا یک قرارگاه است، اما برای به اینجا رسیدن باید از حدود مروان گذشت. برای با سلاح وارد شدن به کسی اجازت نیست. شما کی هستید؟ من باید آقای مروان رو بینم. از مسال پترول یگان خبر هست؟ آره، پیشنهاد ما رو قبول کردند. به همه شرط هایی که ما در سازش نما درش کرده ایم روزیان. تو اگر بپذیری خبرشان می دهیم، برای امضا ما رو انتظارند. فهمو، خبر دهید که با اونها کار میکنیم. سازش نمای نهایی رو یک بار از نظر نمی گذارونی؟ لازم نیست، من این کار رو درست نکرده حل کردن می خواهم. اگر امروز پرونده رو بگیریم برای امضا آماده میکنیم. این طور باشه، دیر نکنید. ما چرا در این کار اینقدر شتاب میکنیم؟ نمیدونم، پرسیدن میخواهی؟ آقای فهمی، چی حال دارید؟ تشکر، احوال شما رو میپرسم خانم آسیا. من هم خیلی خوبم. با شرافت شما با مسال پترول به افاقه رسیدیم. بسیار خوب، بسیار خرسند شدم. به اندیشه من یک سازشنامه دراز مهلت در کار است، تا شما فکر جای دیگر رفتن رو نکنید. نه، حاضر همین جایم. برای این از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم، هیچ کرایه‌ای ندارد. اگر به جای عرض سپاس همراه خواهش یگانجا رفتن میکردید،
خوبتر می بود. شما وقت داشته باشید چرانه؟ بگاه من باید یک نمایشگاه بیروم. اگر به شما یکان تشویش نشود مرا همراهی میکردید؟ با جان و دل. بسیار خوب. تا بازدید. تا بازدید. شما چیکار میکنید؟ من برایتون خواهری پولاد علیمدار رو آوردم. کسی اینجا بودنی او را میداند؟ نه، تنها من و شما میدونیم. اگر دیده باشد و یا از کسی شنیده باشد پولاد علیمدار خواهرش را گرفتن بیاید، پس آن چی میشود؟ قسم میخورم که کسی آگاه نیست. شما که پولی بسیار دارید برای همین نزد شما آوردم. میتونید فروشید؟ با من همون قدر پول دهید که با اوله هم رسد؟ تو مرا نصیحت میکنی؟ هر دوی این را به کمپی شدید ببرید و این زن تو مشکل شد. خوب شده است. مشتری خوب که یافتم به تو خبر میدیم. بیرم. اگر با اونجا روان مرا میکشن. مرده و زنده ای تو چی فرداره بچه؟ مؤسسه تعلیمی TM International داوطلبان را برای تحصیل در سال خانش 2016-2017 و دانشگاه‌های پیشرفته جهان به مانند آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، پولشا، مالایزیا، قبرس شمالی و دیگر کشورها دعوت می‌نماید. و دانشجویان تخفیف‌های مخصوص از 30% پیشنهاد کرده می‌شوند. مؤسسه TM International همچنین بهره بلند برداشتن ملکه زبان‌دانی، آموزش وسیع زبان‌های خارجی را از جانب آموزگاران پرتجربه خارجی و وطنی برای مانده است و خواهشمندان می‌توانند زبان‌های انگلیسی، خطایی و روسی را در مدتی کوتاه از خود نموده صاحب سرتیفیکات گردند. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه نصرت الله مخصوم 156، بنای تاج، آشیانه 3. رقم ها برای تماس 232-4233 98-522-4989. خیار خیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کدی موسیقی را گرفته تقمه دعوت را پخش نمایید. عاشق تو بودو با تو دل سپردو ای بودو نبودو Серая серое небо, затянутое пеленой, солнце не видно, оно как будто спряталось за чьей-то спиной. Окунувшись в свои проблемы полностью с головой, мы не находим покой. Аздами теги аджа, дерва йобе маха, нескасеро амо. Я часто слышал, что есть такая штука любовь, она приходит в сердце и закипает кровь, и твоя жизнь начинает идти по-другому, разнообразие. Ой, як даста. که من سم بگیر زیدستم بدا ترانم میخونم عاشق قدستم دل با تو بستم بگو با تو من دختری خوش پای کرو شوخه که بازین گرو خوش روحه کیا چمو گلی ست برگی ترو نیباز لنایو نگا لوایو رادم سبو من به اینجا برای برپا کردن ملاقات دایید به کار می آمدم و عدادت کردم. مشغول شدن با اسب‌ها به روح انسان آرامی می بخشیده است. تو از بچگیت از پرودوس می دوستی. ولی یک مدت با بعضی سبب‌ها توقف کرده بودم. تو اسب سواری را باسر کردی؟ برای همین یک روی کردم که اینجا بیایی. من فهمیده بودم که سورپریز داری. سورپریز اصلی می آید. در مونده کنان. نمی دانستم که مرا انتظاری. من نه، لینا انتظار بود. بسیار هیجان زده است. کنان؟ لینا کیست؟ این کس از راه. این کس برادرم یوسف.
خوش آمدید. رزکان نام شما را شنیده است. فرصت شناس های را انتظار بود. پس شناس می شویم. رزکان ممنون گشت. من هم ممنونم. یکان روز حتما آید کار صحبت میکنیم، اما حاضر وقت نیست. لینا انتظاری را خوش ندارد. لینا هم خیلی زیبو بوده است. آدمی بسیار عجیب بوده است. آکا، اشاره آخرین تلفنی اپای صفیه رو معاین کردیم. می رویم. اوکی. کیفیت باید پریده باشد، اما میبینم که تو آدمی فوق‌العاده نیرومندی. اگر علیمدار هزار بار سر راهم را بگیرد، مرا از هدفم دور نمیکند. اما تنها پولاد علیمدار همیشه پیش راهت را میگیرد. درفش سیاه خطی نفتی ما را نابود کرد، اما اکنون نفت را ما به واسطه بحر میبریم. دیدی آریل، ما هیچ دشواری نداریم. همیشه از دولت بزرگ سخن میگویی، اما من دولتی را نمیدانم که به ماهیت او تنها به نفت وابسته باشد. تو تنها جهت های ظاهری آن دولت را میبینید دوست دیرینم. نفت تنها یک واسطه است برای من. توریومی که در زیر خاک این سرزمین است، آینده دنیا را دیگرگون میکند. در این صحابه اندیشه من با تو حتما پولاد روبرو خواهد شد. برای این مسئله را حل کردن هر چی را که در راهم هست تازه میکنم. به نظرم این دور و دراز دوام نمیکند. در نزدیکترین فرصت روزهای بسیار عجیب فرا میرسد. برای اعمار دولت بابل یک دوران نوی دیگر آغاز میشود. یکان سورپریز فوق العاده داری چی؟ در مجموع در همین جا آریل، در استانبول کانون نو می سازم. هر چی که به نام بابل است همین جا شکل می گیرد. بیایید میبرویم. رفتیم.
یکان کسی باشد که شما رو نجات داده تواند به او زنگ زنید. زود باشید، حاضر می آیند. اشتاب کنید، زودتر. زود. تلفنی من کجاست ابلا؟ تو همراهی من بیا. این کودک رو سر دهید، با کجا میبری؟ دامت را بگیر. تو در اینجا میستی، تو با من میروی. دست و پایین دختر را ببندید. سلام آقای اندر. سلام. چه خدمت بود؟ شما در سایه علمتون 5 دقیقه برای یک نفر کارچلان وقت جدا کرده میتوانید؟ البته، بفرمایید. از من چی میخواهید؟ من فعالیت علمی شما را بسیار میشود که پیگیری دارم. نظریه های شما آیدیتوریوم واقعا داهیانه است. منظور شما آن چیزی است که ما در سیمپوزیوم گفتیم؟ البته. برای توجهتان تشکر. اما من هنوز یگان چیزی عالمگیری نکردم. هر چی مرا در دنیا معتبر گرداند آینده بینی من است آقای اندر. من مطمئنم که شما باز به پیروزی های نوین کامگار میگردید. از دستمان هر چی آید میکنیم البته. بیاید مغز گپ را گویم. میخواهم کاری را که با آن مشغولید دوام بدهید، اما با نام من باید دوام بدهید. بترسم که این امکان ناپذیر است. من در این جای کارم بسیار خوشبختم. ولی تنها علم داشتن کس را خوشبخت نمیگرداند، این را خوب میدانید. مگر خوشبختی آن نیست که هنگام کار خود را دور از خطر احساس کنید؟ من در خصوص امنیت هیچ نگرانی ندارم. من سرمایه دارم. دور از خطر گفته امنیت اقتصادی را در نظر داشتم. آشکارتر گفته می توانید. اوکی، وقت را من خوب می دانم. در هر مرحله به شما مانعهای گوناگون ایجاد میکنند، مثل پتنت و سنگرهای بیروکراتی و البته مسئله های اقتصادی. من به شما یک شرایط با حلاوت و محیط آسوده وعده میدهم. لابراتوری امریکایی من که با نوترین دستگاه مجهز است شما را انتظار است. ماهانه $21,000 و کاخ محتشم. اگر خواهید میتوانید اهل خاندانتون را هم با خود برید. ها، یک تیاره خاصه هم برای شما جدا میکنیم. پیشنهادی جوان مردانه؟ اما من پژوهش را تنها برای پول نه، بلکه برای آینده این ملت میکنم. راحت و حضور و نشانه من این کشورم است. خواهش میکنم آقای اندر. شما که دانشمندید، یک چیز را گشته و برگشته روزهای دراز می اندیشید. پیشنهاد مرا هم خوب اندیشید. برای جواب شما را شنیدن شب زنگ می زنم. براری کار. علم از همه چیز مهمتر است. راسکول با یوسف شناس شد. کاری تو آمد کرد. او بسیار آدم نجیب است. اکنون دفعه آینده با او هم همکاری میکنید. با دادن جزای وسیله همکاری ما محکم تر گشت. از این پس من
در هر گونه کار با شما همکاری میکنم. در این دنیا تا ودکه هست رستگان با شماست. پس درباره کار صحبت میکنیم. صاحبان پولی که از روسیه آمده در بانک تو پولشان را حلال کردند تو را راضی میکنند. رستگان برد کرد، میته همین طور، کینان هم برد کرد، وسیلی باخت، نمایندگان او فرار کردند. در آن صورت ما رو همون رو دوام میدهیم. اگر تو از همه گوشه و کناری دنیا جمع کرده بیاری و تو آن را حلال گردانی، من برای چی پول نمیشدم؟ میشوم؟ پس از زیر این پول حالا آبی بسیار میگذرد. 89 توم بالا. این چی گپ است برادر؟ می زمان رو عوض کردم که بختمون اومد کند، ولی باز تو بریدی. بیهوده نگویید، اینجا یگان چشم مدی نیست، این همه در پیش نظری همه است. بختش اومد کد برید. آدمی گفتگیت همین است؟ آره یکم از سهر است که می برم. نومش چه بده است؟ نمیدونم، دیوانه اوزو است کمتر. خدایا بیا بیا. آره جنابان، باز که کارتی نو میخواد؟ خدایا خدایا، باز یکم کس کارتا گرفتن میخواد؟ خیر، با من اجازت بدید رفیق، برای امروز بس است. اگر نکاری هیچ کس تا من اینجایم آمد نمیکنه. شما رو من مشاهده کردم، بسیار با برار بودید. شاید همین طور باشد، شاید این طور نباشد. یکان پیشنیاد داری؟ برای انسانی که اینقدر برار دارد این پول کم است. اگر خویی من تو رو به یک بازی لاتوی دیگر میبرم که کارت 800 لیره است و 50000 لیره میتوانی ببری. تشکر، شاید یکان وقتی دیگر. نامت رو با من نمیگویی؟ ممکن نیست. اگر به تو نامم رو بگویم، پس آن کدام نامم رو استفاده میبرم؟ تو باز دید. این در وقت دارید؟ بفرماید التای، خوش آمدید. خوش باشید. چی می نوشید؟ خود را زحمت ندید، امروز چای بسیار نوشیدم. من پروتوتیپ اینکسیون مایع تورم را که برای موتور لازم است دیدم، جفیده گرفتنش بسیار خوب است. من میگویم که شاید علمی کنونی دارای یک داهی نو میگشته باشد. امروز از تو پیشتر اینان همین را یک کسی دیگر هم گفت. کی؟ یک کارچالان پژوهشی مرا پیرامونی تاریوم همیشه پیگیری میکرده است. چطور پیگیری میکرده است؟ تو این پژوهش های ما را پیشتر یکان جا چاپ کرده ای؟ نه البته، بندشه من منظور او همون چیزیست که در سیمپوزیوم افشا کرده ایم. در اون سیمپوزیوم چیزی را که دقت را بکشد افشا نکرده بودیم. من هم هیچ نفهمیدم، خیلی حیرانم التای. خیر از تو چی خواست؟ برای او کار کردن را و من یک محیط فوق‌العاده خوب را در یک لابراتوری که در امریکا با بهترین تجهیزات جهازانیده شده است وعده داد. تنها یک پیشنهادی خالی برای عامه مردم کفایه نیست. تو چی گفتیش؟ البته من پیشنهادی او را رد کردم، اما از من خواهش کرد که پیشنهادی او را تا شب بیندیشم و جوابی او را بگویم. تو راحت من از اینجا باید براورد. این زیارت یک خطری شاید باشد. من به هیچ کجا نمی روم، من باید کارم را دوام بدهم. نکنید این کار را. آن جلسه رونمای فعالیت پیرامونی تاریم را که با بمبه جاندار ما را ترکاندنی بودن فراموش کردید. آنهایی که این کار را کردنی بودن شاید آرام نمی ایستند.
میخواهند که دسته ما را دستگیر کنند. میخواهند جانم را بگیرند. من از آنها نمیترسم. در دنیا چیزی هست که از جانی تو و جانی من گرانتر است. خواهش میکنم هرچی میگویم همان را کنید. خوب فهمیدم چیزی که تو میگویی. پس کجا میرویم؟ حاضرش تو را به خانه ات میبریم. بی خطری تو را در خانه ات اول تامین میکنیم. پس آن مصلحت میکنیم چی باید کرد. خواهش میکنم تو آمدنی من از خانه ات نبرا. از ماشین فرار. من آقای مهربان رو باید ببینم. از اینجا گذشتن هم میتوانیم. من اینجا برای دشواری ایجاد کردن نامدم. برای به افاقه رسیدن اومدم. چگونه افاقه بداست؟ من به حدود تو با سلاح وارد شده با کم با واسطه آن باید بیروم. با این اجازت نمیدیم. وضعیتم بسیار بد میشد. اما من میدونم که دیگران گذشتند. نمیتوانم. آقای مهربان، خبر دارم که گذشتند. از میان خودتون گفتند. هیچ امکان ندارد که گذشته باشد و من بی خبر باشم. اگر این طور باشد تو خبر داری و با این کار شریکی. تو مرا به خیانت سازشنامه گناه کار کردی. میدونی چی آقای مهربان؟ برای گپ های بیهوده شنیدن من وقت ندارم. یا راهم رو میکشوی یا اینکه به بالایت گذشته میروم. تو مرا در خانه خودم تهدید میکنی؟ آن روزها گذشتن. سرده مرا به شرف. تو از حد گذراندی. بره دورا به کم بیبره بیبره. بعد این باز پنجای دیگر مان که باید بیرویم. از جایید هم هنوز خبری نیست؟ نیاکا، نه زنگ میزند نه تلفنش رو میکشوید. بیا میرویم. اکا به کجا میرویم؟ همه جا میرویم. همه شان را یک یک میبینیم. همه با ماشین. زود زود زود. انا این با من خوش آمد. اگر کنان بشنود بسیار خرسند می شود. این مصوره با او خیلی پسند است. شما با آفرنده این مصوره به فکرم شناسید؟ نخستین مصوره او را من خریده بودم. از همان وقت مناسبت های ما خوب شد. جوانان را یاری باید داد. تنها رسامان را نه، بلکه همه ای ساحه های فرهنگ را یاری می دهید. ما شنیدیم که شما یکی از کلکسیونرهای سطح جهانیت. راستش میخواستم این نامعلوم بماند، اما در اصل یکی از چیزهایست که مایه افتخار من میباشد. پس از پسرانتان البته. البته. آنها هم مثل خودتان به فرهنگ توجه دارند. من باید اعتراف بکنم که نمیدانم در این اواخر آنها به چی بیشتر توجه دارند و مشغولند. دیگر اکنون از باب زندگی شخصی خود کمتر چیز به من میگویند.
از جوانان امروزه چیزی دیگر انتظار شدن امکان ندارد. پیشترها بسیار چیز رو به من میگفتند. آغاز کردن تعطیل رو با بحر اظهار میکردند. یوسف بیشتر دوستدار بحر بود و آن رو خوب میشناخت. اما اکنون اونها باید از شما بیاموزند. من هم سالهای آخر از این برف رو گذاری کردم، اما از این پس دیگر وقت به این پیدا میکنم. با استراحت میروید؟ یک سفر دور و دراز وعدگی گفتن ممکن است. من از وظیفه راهبری کل هولدینگ دیگر دست میکشم. شاید این سببگاری زود زود با هم دیدار کردن هم میگردد. ببینید، با کسی دیگر هم اون مصوره خوش آمده است. به گمان من این هدیه ناچیزی مرا میپذیرید. پسرانم، دخترانم، من از همه اتون روزی هستم. شما از من روزی نشوید. من برای روزیگی شما سزاوار نیستم. یاری بهت مادر جان، بیبیم هم میمیرن. التماس نمیرن. وای پسر قاتل، اکای مرا کشت، اکام رو. تو کی را قاتل میگویی؟ شما چیکار میکنید؟ گلیزار بشرف، رئیس آن اهمی فابریکا است. پسری خاله، خوابی خوش. من راضیم با تو خاندار شدم. تمامی گناه های فرزندانم را، از همه بیشتر گناه های خودم را گرفته برده ایستادم. خیر، اکنون وقتش آمد. ببینیم که کی بای می دهد، کی می برد. گوش میکنم. شب بخیر آقای اندر. امروز به آفیستان رفته بودم. آره، بخاطر دارم. من جوابی پیشنهادم را فهمیدن خواستم. جوابی من تغییر نیافته است. با شما کار کردنی نیستم. میخواهید که شرایط و رقمها را خودتون معاین کنید آقای اندر؟ ضرورتی مصلحتی دیگر نیست. نگاه کنید، من با شما با احترام صحبت میکنم، اما شما این را فهمیدن نمیخواهید. شما همه را نفهمیدید. من فرفته نمی شوم. از وجاهت روی تو جوابی پروفیسور را فهمیده می توانم. آریل، ترک ها انسان های عجیبند. من همه امکانیت ها را فراهم می آرم، اما آنها گپ خوب را نمی فهمند. یا این که گپ خوب به من نمی زیبند. پس چی کار میکنی؟ این آدم یگانه شخصی نیست که تاریوم رو تحقیق میکند. با دیگران کوشش های همکاری کردن میکنیم. دیگرها؟ بلود یک دسته دارد که میتوانیم آن را استفاده کنیم. با آن دسته یک یک شناس شدن میخواهم. خانه این در 24 ساعت پاسبان نمی شود. برای امنیت او دو نفر وابسته شده. سلامت باشید. سلامت باشید آقای ایران. این آدم برای ما بسیار ارزشمند است. این آدمان
اگر یکی از اعضای دسته را پیدا کرده باشند، پس به همه ما دستشون می رسد ایرهان جان. اگر شما در باره او به من معلوماتی پوره بدهید، در خصوص امنیت هر چی ضروری است من می کنم. سلامت باش. البته. خوب گفتی استاد. ما سرمون رو از کار نبرداشت غرقی کاریم، اما این آدمان ما رو پاییده می گردند. بچه ها بسیار با دقت باید باشید، بسیار. اکی ایرهان، تو رو یک دقیقه ممکن؟ من از شما روی خط رو می خواهم خواجم. خوب ایرهان بای، ما زود آماده می شویم. سلامت باش. چی شد عباس؟ کنجیس یوسف؟ اکاتون در کجاست؟ نفهمیدم چی گفته گوله من؟ اکاتون رو میگویم. میگویم که پولاد علمدار در کجاست؟ تو چی خورده ای یوسف؟ سری مرا ویران نکن، من تنها یک سوال دارم. برا بیرون دست رویت را بشویر، یک هوا بخور، دیدی که نمیشود باز میایی. برا پولاد علمدار. بلاد علمدار اینجا نیست، طبعی ما را خیره نکرده. برو بیرو. اکاتون بیشنود، از شما میرنجا. آیا میدونی که کی را از درگاه او میرانی؟ میدونی؟ برای من هیچ اهمیت ندارد که در بیرون تو کیستی، از این در که در آمدی مهمونی مایی. با ادبانه رفتار بکنی بگذار بشین انتظارش بشو. اگر بی ادبی کردن میخواهی اینجا جای تو نیست. تو را از در بدر میکنم. باز میآیم. آکا این برای چی این کارو کرد؟ خیلی یک جوانی کرد. باشد، از پی کارتان میشوید شما. سمت بالا را خالی کردن، در این گرد اطراف کسی نیست، پایی یکان چیز را در اینجا پیدا نکردیم. در این طرف حدود میروان است، در آن طرف در نزدیکی های شدید در کریویر است. به فکرم ما باید سوی شمال برویم. مروان چی گفتی اکا؟ مروان به ما خیانت کرده است. این را چه خلفه میمکه؟ گفته بودی که در جلسه طرفی ما مایل داشت. وی از خودی اول به ما دروغ گفته است. هنوز هم با گلگه همکاری دارد. لشکری شدید از حدود مروان گذشته است. جوهید؟ صفیا؟ خوب هستی؟ خوبم. بشین. تا سحر اینجا انتظار می شود. فردا تو را قتل می کنند. من گناه گورم. خوب دیگر غم نخور،
برایم. تو رو چی طرف دستگیر کردند؟ من با پای تو اومدم صفیا. غیر اینجا آوردن تو رو جای دیگر نمی بردند. می دونستی که دستگیر می شوی، برای چی اومدی؟ من تو رو از اینجا آزاد می کنم صفیا. اکنون چی می شود؟ هیچی هم نشود، سحر می شود. برای پولاد علیمدار قدری نزدیکترین آدم در تمامی ساحه ها به شدید نیروی نو می بخشد. با من که همکاری کردی تو هم نیروی تازه می گیری. پولاد علیمدار به حدود قبیله در آمده است و بوی شما یک دشمنم زیاد می شود. کنبه کنه داخل شدید فرمان را از تو نمیگیرد، یا با گلگه مشورت کنیم. بیا کوشش کنیم فرصت را از دست ندیم. اگر پولاد را نیست بکنیم گلگه کار کرده نمیتواند. در کجایم؟ ما نمیدونم. کمی پیش با کی زنگ زدی؟ اینجا را دیدم، کسی نیست. این طرف هم کسی نیست کماندو. تو همین جا بیمان. دیدم کفایه است برای من. من هم بسیار میخواستم روبروی از شیشتا با تو قهوه بخورم، اما چه علاج؟
راهی دیگر نیست خب؟ من شما را یافتم و بسیار خرسند شدم. اگر التای همین طور میانجی شود، ما دیگر زود زود ایدار یک دیگر را تازه میکنیم. دیگران هم شما را بسیار دیدن میخواهند. سلامت باش. اما شما خودتون را احتیاط کنید. پروایی من نکنید. بین سالیانی دراز این کار را به من تا به این درجه رسوندید. نه این تبریز استاد، بودن شما بالای سری ما کفایه است. همه از من خواهش کردن که سلام و پیامشان را به شما برسانم. سلامت باش. تو هم به آنها دعا و سلامی مرا رسان. جان و جگری منید اشتا از این به شما گپ های مهمی بسیار دارم. گوش میکنم استاد. آنهایی که به تو مراجعت کردند دیگران را هم میابند، چون که تو را راضی کردنی شدند. با پول است، با وعده های بسیار است، دیگران را هم سوی خود کشیدنی میشوند. هوشیار شوید. پروا نکنید استاد، مهری وطن را به چیزی فروخته نمیشوند. زنده باش ایندر جان، زنده باش. صدقه چشمانه جان من. لعنتی خدا به شما، لعنتی خدا به شما. کار نخستین را انجام دادم. بسیار عجیب. پس آنجا را فوراً ترک کن و به جای دیگر را. چیگه؟ این دوستمون نخستین کنسرت غیژکش را به فرجام رسانداریه. ها 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 جاهید مرو نپرتون، مردن باشد همراه میمیریم. من تو رو بسیار دوست داشتم. من هم تو رو دوست میدارم، تو رو از جونم زیادتر دوست میدارم. تا آخری عمرم عشق یگانه هم هستی. وقتی ویدا فرا رسید. نه با او نرسید. من با تو گپی میگفتنی داشتم. بگذارید این آدم را تا آخرین خواهشش را افشا کند.
من این رو برای تو گرفته بودم صفیا. گیریه نکن. به اونجایی که می روی مرو هم در قلبت ببر، تو آخری نفس هم روح باشیم. گوش کن، پرو نکن، من تو رو از اینجا رها میکنم. تو کیستی؟ مهم نیست که من کیستم. دوست داری تو برای راهندانت پول بسیار داد با من. من رو بگذار، برو او رو رها بکن. چند پول میخواهی میدهمت. برای او دیگر کسی هیچ کار کردن نمیتواند. دراز نکشید، شتاب کنید. سرور اینها تویی مگر؟ بیا بیا، من تو گب دارم. گب زدن نمانید و را کار را تمام کنید. شما این را برای فیلمتون استفاده می بردید. کار را انجام دید. کلاش را که گرفتید پس هم بنوار می گرید. سرده مرا. گردنی من پیشی وطنم از موی هم باریک است، اما شما اون رو هیچ خم کرده نمیتوانید.
بیبور زورت میرسیده باشد. اشهد ان لا اله الا الله. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تکرار نوای شیرین احساسی بلند این همه در کلیپی سمیر بعد از انتظاری های بپایان عاشقان ترانه های آوازخوانان محبوب کشور طالب عبدالله و جعفر جلال مادر از دنیا بیرفت و من گدای برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می نمایند. شما می توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه های فیتفروشی دسترس نمایید. یار یار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمای دعوت را پخش نمایید. قایده این جهان آمدن و رفتن است بر همه پیر و جوان. دلیت نیا چشم شد هر گهی دادش میشد از برای خدکشه دل بر دل کشمشم. به تو خارو زارو و دلم غم دارو درد و علم دارو تو کرمیا. для кого-то жизнь горька, для кого-то самый раз. Кто-то стоит на тормозе, а кто-то жмет на газ. У каждого из нас есть своя цель, свой метод движения, чтобы достичь этой цели всеобщего уважения. Ты мой лучик света в кромешной темноте. Ты ангел мой, ты моя нежность. Ты мои крылья, я птица на... Baby Liman, baby Lihasta Butan Ho. Ваших шуди, подари дуру за дуню. Все мои мысли только о тебе. Теперь все так, иначе просто невозможно. Ты с первых дней проникла в сердце мне. И с этих пор... Thank you.